شورای امنیت ملل متحد هفتمین قطعنامه خود علیه رژیم آخوندی و چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه این رژیم را به تصویب رساند و علاوه بر تایید تمامی تحریم‌های پیشین، تحریم‌های شدید را به ویژه علیه سپاه پاسداران و حمل و نقل هوایی و دریایی دیکتاتوری آخوندی وضع کرد. قطعنامه مصوب شورای امنیت ملل متحد رژیم آخوندی را ملزم می‌سازد فعالیت‌های غنی‌سازی، بازپردازش و پروژه آب سنگین را متوقف کند. پروتکل الحاقی را به اجرا درآورد و در همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از هر گونه پنهانکاری اتمی دست بردارد. چهارمین دور تحریم‌ها که در شورای امنیت ملل متحد به تصویب رسید، علاوه بر تأکید بر تمامی قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین، صدور هر گونه سلاح سنگین از جمله هواپیماهای جنگی، تانک، توپخانه و موشک به ایران تحت حاکمیت آخوندها را ممنوع ساخته و کار بر روی موشک‌های بالستیک را برای رژیم منع کرده است. قطعنامه مصوب شورای امنیت ملل متحد سه لیست از مقامات رژیم و سرکردگان سپاه پاسداران و شرکت‌ها و موجودیت‌های وابسته به رژیم و سپاه پاسداران را به قطعنامه ضمیمه کرده که در مورد آنها باید تحریم‌های ویژه اعمال شود. این افراد و این شرکت‌ها به لیست‌هایی که در قطعنامه‌های قبلی مشمول تحریم‌های ویژه شدند افزوده می‌شود. قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد در تمامی بنادر و دریاها و فرودگاه‌های خود تمامی محموله‌های به ایران و از ایران را مورد بازرسی قرار دهند و از تمامی کشورها می‌خواهد در چنین بازرسی‌هایی همکاری لازم را مبذول دارند تا اگر اجناس ممنوعه در آنها یافت شد بلادرنگ توقیف و دورافکنده شوند. قطعنامه همه کشورها را ملزم می‌کند در چنین تلاش‌هایی همکاری کنند و تأکید می‌کند که همه کشورها بایستی خاک خود و اتباع خود را از ارائه مقررات خدمات سوخت رسانی به کشتی ها از قبیل مقررات سوخت یا تدارکات یا سایر خدمات به شناورها، شناورهای قراردادی یا تحت تملک رژیم ایران از جمله شناورهای اجاره شده منع کنند. قطعنامه از تمامی کشورهای عضو ملل متحد می خواهد هر گونه اطلاعات قابل دسترسی در مورد نقل و انتقالات یا فعالیت‌های مربوط به محموله‌های هوایی رژیم ایران یا نقل